روز شنبه اول اردیبهشت کسبه و بازاریان در شهرهای مهاباد، بوکان، بانه، سردشت، پیرانشهر، مریوان، اورومانات و جوانرود برای چندمین روز متوالی در اعتراض به بستن معابر مرزی به اعتصاب خود ادامه دادند. در یک اقدام اعتراضی دیگر مردم روستاهای اورومانات و مریوان تصمیم گرفتند در اعتراض به بیکاری و سیاست‌های ضد ملی حاکمیت آخوندی در کردستان راه‌های ورودی اورومانات را ببندند. اما خوارد شوار رای بایوار رو به بیسارانی و اما خبر مهم قرار بیانی تواو دهاتکان دورو بر مرز بشن سر سرای بردرشه سرای بردرشه رو به مرز باشماغ ببسن ورود و خروج هیچ کامیونک نیلن ببید. بازاریان سردشت نیز در این روز و در اعتراض به بالا بردن عوارض گمرکی در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند. بازاریان بانه نیز به رغم همه فشارها یک هفته اعتراض را پشت سر گذاشتند. اتحاد بازاریان بانه همه تلاش‌های مقامات سرکوبگر محلی رژیم و توطئه آنها را خونسا کرده است. اعتصاب ادامه دار مردم جوانرود 31 فروردین 97 اعتصابی که ادامه داشت گزارشگر سیمای آزادی. کارگران فولادسازی ارومیه روز شنبه با پهن کردن سفره خالی در مقابل استانداری رژیم به پرداخت نشدن یک سال حقوق خود اعتراض کردند. کارگران اخراجی فاز 19 در ورودی این مجتمع در اصلویه را مسدود کرده و اجازه هیچ ترددی را ندادند. آنها خواهان بازگشت به کار هستند و به استخدام نیروهای غیر بومی به جای مردم بومی این منطقه اعتراض دارند. خانواده های قربانیان صانعه هوایی تهران یاسوج در اعتراض به کندی کار جستجو و پیدا نشدن پیکرهای مسافران و مشخص نشدن علت این حادثه آن هم پس از گذشت 2 ماه مقابل ستاد مدیریت بحران رژیم در تهران تجمع کردند. کشاورزان خشمگین دهستان شاتور در استان اصفهان برای سومین بار تأسیسات پمپاژ زاینده رود را تخریب کردند. کشاورزان معترض این بار 5 شیر فلکه آب پمپاژ زاینده رود که آب را به مسیرهایی بجز مسیر کشاورزی پمپاژ می‌کرد تخریب کردند. مردم ماکو در استان آذربایجان غربی روز جمعه با تجمع و بستن خیابان‌های اصلی به افزایش هزینه عوارض خروج اعتراض کردند. آنها نیز در اعتراض به افزایش هزینه گمرکی و افزایش عوارض خروجی در گمرک بازرگان تجمع کردند. امام جمعه خامنه‌ای در کازرون درباره اعتراضات گسترده در این شهر با وحشت از آنچه که تحریک گروه‌های ماند می‌نامید گفت: در آشوب‌هایی که در دیماه اتفاق افتاد، افرادی دستگیر شدند که از شهرهای دیگر با تحریک گروه‌های ماند آمده بودند که ما باید برای جلوگیری از سوء استفاده دشمن این موضوع را مورد توجه قرار دهیم. وی افزود: در کشور ما دشمنان کمین کردند و نباید غفلت بورزیم. توجه شما را به شعارهای خیزش مردم کازرون که این چنین وحشت امام جمعه حکومتی را برانگیخته جلب می‌کنیم. Thank you.
بینندگان گرامی، در رابطه با خیزش‌های کازرون در پایان خبرهای این ساعت توجه شما را به مصاحبه‌ای با مجاهد خلق دکتر حسین فرصت از فرزندان مردم غیور کازرون جلب می‌کنیم.